و پیکر پاک و مظلوم این شهید بر دوش قاتلانش به داخل دانشگاه هنر آورده شد. نکته قابل توجه اونجا بود که حتی به خانواده این شهید هم اجازه نزدیک شدن به پیکرش رو نمیدادن. اما پرونده این جنایت هم مثل بیشمار جنایت های دیگه این رژیم همچنان بازه. هنوز به پرده آخر این درام نرسیده. پرده آخر پرده انتقامه، پرده محاکمه قاتل اصلی این جوان های معصوم یعنی خامنه ایه و بقیه جلاداش. پرده آخر پرده اعاده حیثیته، پرده احیاء هویته. پرده آخر هی با تو هم ای افریت ولایت، ای که اسم خودت رو رهبر ولی الامر مسلمین جهان گذاشتی، خوب اون گوشای قیلندودتو باز کن. از امروز مردم فقط برای تجدید قوا به خونه ها میرن و روز بعد یا که شب دوباره به خیابونا میریزن و خواب رو بر تو و گماشتگان خون ریزه پرون میکنن. پس ای خامنه، بدون که تا سرنگونی تو رژیم توی صحنه هستیم. ما این به جبران همه ستمها و قتلها و تجاوزهایی که کردیم. مردم تا تو مزدوران جنایتکارتو از این کشور بیرون نریزن تو خیابونا میمونن. ما دیگه به مناسبت رسمی نیاز نداریم. از امروز هر لحظه منتظر طوفان خشم مردم و شعارهای مرگ بر دیکتاتور باش. مردم بنا ندارن به خونه ها برگردن مگر اون که تو را از خونه خودشون، از ایران زیباشون بیرون انداخته و یک جمهوری حقیقی برپا کرده باشن. اون روز خیلی نزدیکه. آیات و نشونه های اون رو دیدیم. ما بیشماریم و تو این رو خوب میدونیم. کابوس وحشتت رو دوباره تجدید میکنیم.